برای اولین بار بعد از روی کار آمدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کرونا حضور بی در روز عید نوروز در حرم امام رضا در شهر مشهد را به تعطیلی کشاند. دفتر علی خامنه ای روز دوشنبه در اطلاعیه اعلام کرد سخنرانی وی در حرم امام رضا به علت توصیه های بهداشتی برای جلوگیری از گسترش بیماری ناشی از ویروس کرونا برگزار نخواهد شد در این بیانیه تاکید شده است آقای خامنه ای برای سال جدید به مشهد سفر نخواهد کرد در این بیانیه دلیل عدم برگزاری سخنرانی خامنه ای در حرم دستور وزارت بهداشت در خصوص خودداری از برگزاری تجمعات و خودداری از سفر و خارج شدن از شهرها ذکر شده است. همچنین تاکید شده که این اقدام با هدف جلوگیری از بیماری انجام می شود. در پایان ابراز امیدواری شده که با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و با توسل به خداوند هرچه زودتر مشکلات ناشی از بیماری برطرف شود. این اقدام دفتر علی خامنه ای برای توقف برگزاری تجمعات در حرم امام رضا در مشهد در حالی برگزار می شود که او در روزهای پس از شیوع بیماری کرونا و درست پس از آنکه اعلام شد اولین موارد شیوع کرونا در ایران مشاهده شده اقدام به برگزاری کلاس درس خارج فقه کرد و در بخشی از اظهارات خود در این جلسه انتشار اخبار درباره شیوع کرونا را توطعه توطئه دشمنان برای جلوگیری از برگزاری انتخابات مجلس است. این در حالی است که دو روز قبل وزیر بهداشت دستور توقف برگزاری تجمعات را داده بود و تاکید کرده بود تمام تجمعات حتی نماز جمعه و زیارت در حرم متوقف شود. در این حال بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که این برای اولین بار در تاریخ ایران است که تجمعات دینی در این کشور محدود و حتی ممنوع می شوند. آن هم در حالی که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از دینی ترین حکومت هایی که در این کشور وجود داشته برگزاری مناسک را جزء مهمترین فعالیت سیاسی و اجتماعی خود قلم داد کرده است این توقف در حالی صورت میپذیرد که در تمام اعلامیه ها برای توقف این اجتماعات تأکید می شود که این توقف تا اطلاع ثانوی صورت میپذیرد و با توجه به اینکه این احتمال می رود که ویروس کرونا حداقل تا یک سال دیگر زندگی و فعالیت های عموم مردم در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار بدهد مشخص نیست که این تعطیلی اقدام های مذهبی مقام جمهوری اسلامی تا کی ادامه خواهد یافت با آنکه آمار مرگ رسمی مبتلایان در ایران روز به روز افزایش می‌یابد و به مرزهای 400 نفر نزدیک می‌شود و آمار غیر رسمی از 2000 نفر سخن می‌گوید و میزان مبتلایان را به حدود 8000 نفر رسانده است، عدم تعطیلی بسیاری از مشاغل کارگری انتقادات زیادی را به دنبال داشته است. برخی از فعالان حوزه کارگری تاکید دارند که در حالی که تنها بیماری چند نماینده مجلس آن هم در حالی که تمامی آنها اقدام به انجام تست کرونا کرده بودند مجلس را به تعطیلی کشانده است اما کارگران مجبور هستند که با وجود دسترسی نداشتن به امکانات تشخیصی و همچنین محافظتی سر کار بروند در همین حال این کارگران در صورت مبتلا شدن نه تنها امکانات درمانی در اختیار ندارند بلکه در صورت ابتلا به علت مشکلات اقتصادی که با آن گریبانگیر هستند ناگزیر از ادامه فعالیت خود هستند که در نهایت به بیماری و آلودگی تعداد بیشتر و حتی آلوده کردن بیشتر جامعه منجر می شود دولت هم به این دلیل که چنین دغدغه ای ندارد و هم به این دلیل که امکان دسترسی مناسبی به این افراد و برنامه ریزی برای آنها ندارد از هر گونه کمک حمایتی به آنها خودداری می کند. این در حالی است که حتی برخی مشاغل آزاد نیز با اشاره به عدم امکان تعطیلی بازار تاکید دارند به علت مشکلات اقتصادی قادر به تعطیلی مشاغل خود نیستند و مجبورند همچنان در محل کار خود حضور پیدا کنند. فقدان نظام سلامت فراگیر در کشور و همچنین فقدان بیمه فراگیر برای بسیاری از مشاقل همواره مورد انتقاد کارشناسان اجتماعی و سلامت قرار دارد دولتها در جمهوری اسلامی همواره به علت فقدان بودجه مناسب برای چنین اقداماتی از این کار سرباز زدند اما این بهانه در حالی است که حتی تامین اجتماعی نیست با وجود این که متولی اصلی تامین بیمه فراگیر در کشور است بیشتر گرفتار فساد مالی و ساختاری است تا تامین امکان بیمه فراگیر برای عموم مردم فقدان سرمایه گذاری درست در هلدینگ های زیر مجموعه های تأمین اجتماعی که عمدتا ناشی از فساد گسترده در شستا که شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی است از جمله اصلی ترین مواردی است که به جای ایجاد بیمه فراگیر بیشتر درگیر فساد شده است که در نهایت به هدر رفت سرمایه های این سازمان عریض و طویل منجر شده است. گرچه کارشناسان تامین اجتماعی تاکید دارند که تامین اجتماعی در حال حاضر نیست دارد جور دولت در کم توجهی به نظام درمان و سلامت را نیز میکشد اما واقعیت این است که با وجود طلبکاری تأمین اجتماعی از دولت، این سازمان بیشتر به خاطر فساد داخلی و کم توجهی به ایجاد و توسعه سرمایه گذاری سالم در سازمان از تأمین بیمه همگانی برای مردم عاجز است تا طلبهای سازمان از دولت، در همین حال بسیاری از کسبه بازار با تاکید بر اینکه در صورت تعطیلی فروشگاه‌هایشان امکان ادامه زندگی و تامین مایحتاج روزانه خود را ندارند گفتند اگر دولت هزینه زندگی آنها را برایشان واریز کند آنها نیز فعالیت خود را متوقف خواهند کرد به گفته برخی از کارشناسان اجتماعی وجود بیمه فراگیر این امکان را برای افراد و دولت‌ها فراهم می‌کند که در صورت اضطراری شدن شرایط با وجود توقف استراری فعالیت ها اقدام به دریافت کمک های حمایتی در صورت توقف فعالیت ها کنند اما علاوه بر آن که چنین امکانی در ایران برای کارگران و نیز دیگر فعالان حوزه های مختلف اقتصادی فراهم نیست دولت ها تمرکز خود را به جای ایجاد بیمه فراگیر و دائمی بر کمک های حمایتی مقطعی متمرکز کردند که علاوه بر آن که تعهدی برای دولت ایجاد نکند در شرایط خاص سیاسی نیز بتواند از این اقدامات برای افزایش مشروعیت مقطعی خود دریافت امتیاز از مردم در انتخابات و غیره استفاده کند. در حالی که مصباحی مقدم یکی از فعالان سیاسی اصولگرا چندی قبل مدعی شد که انتخابات مجلس یازدهم نشان دهنده افزایش رأی اصولگراها بود، مهدی چمران دیگر فعال سیاسی اصولگرا روز دوشنبه با بیان این موضوع که مشارکت در انتخابات از دفعات قبل کمتر بوده است اظهار داشت در انتخابات اخیر و هیجانی از مردم در مکانهای برگزاری تبلیغات قابل مشاهده نبود مهدی چمران ضمن تایید این موضوع که مشارکت مردم در انتخابات مجلس نسبت به دوره های قبلی کاهش یافته است اظهار داشت دلیل کاهش مشارکت مردم برخلاف آنچه که عنوان می شود رد صلاحیت ها نبوده است وی با بیان اینکه رد صلاحیت همیشه بوده است اظهار داشت این بهانه تراشیدن ها درست نیست و شورای نگهبان همواره به قانون خودش پایبند بوده است اظهارات مهدی چمران در خصوص همیشگی بودن رد صلاحیت ها در حال عنوان می شود. که گرچه این رد صلاحیت ها همواره بوده است اما به جز در یک مورد که پیامد آن هم راه یافتن آبادگران به مجلس و پیروزی احمدی نژاد در انتخابات بعدی بود رد صلاحیت های شورای نگهبان تا کنون هیچگاه با این شدت و قدرت صورت نگرفته است به دلیل عدم مشارکت مردم را عملکرد ضعیف سیستم اجرایی کشور عنوان کرد و اظهار داشت اجرای طرحهایی مانند افزایش قیمت بنزین موجب قهر مردم و کاهش چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات بوده است. چمران افسود عملکرد ضعیف مجلس و قوه اجرایی مردم را از آمدن دلزده کرده است. چمران به گفته تحلیلگران با نادیده گرفتن و انکار کارشکنی ها و نادیده گرفتن تبلیغات منفی علیه اصلاح طلبان و گروه های سیاسی میانه رو که به نامیدی مردم از ساختارهای انتخاباتی در کشور منجر شده همچنان نقش خود در روگردانی مردم از اصلاح طلبان و نیز نامیدی مردم از انتخابات را که دلیل اصلی کاهش مشارکت مردمی است نادیده میگیرد. وی تاکید کرد نمیتوان از حالا پیش بینی کرد که آیا اصولگراها در انتخابات 1400 هم پیروز اصلی خواهند بود یا خیر چمران یادآور شد رأی اصولگراها در انتخابات 1400 ریاست جمهوری به عملکرد اصولگراها در مجلس 11 هم بستگی خواهد داشت مهدی چمران همچنین تایید کرد که حتی در مناطق محروم هم آرای اصولگراها دارای کاهش شده بود و به اندازه دوره های قبل نبود این در حالی است که اصولگراها و ویژه در شرایطی که اصلاح حضور فعالی ندارند معمولا با شعارهای پوپولیستی در مناطق محروم رأی زیادی را به خود جلب می کنند. چمران در ادامه با اشاره به سقوط هواپیما به عنوان یکی از دلایل کاهش مشارکت مردمی این اظهارات را ناشی از سخنان سیاسیون دانست و اظهار داشت این اتفاقات قبلا هم وجود داشته است اما منجر به کاهش مشارکت مردمی نشده است وی تاکید کرد عدم مشارکت مردم به این عوامل بستگی ندارد مهدی چمران بنا به گفته تحلیلگران این نکته را نادیده میگیرد که گرچه ممکن است این موارد قبلا هم وجود داشته است اما مردم در گذشته به اندازه حالا ناامید و سردرگم نسبت به نظام و حاکمیت نبودند که با وجود کاستی های مدیریتی باز هم اقدام به مشارکت سیاسی کنند مردم در حال حاضر بنا به گفته تحلیلگران ساختارهای سیاسی را به کلی غیرقابل اصلاح میدانند و به همین جهت از مشارکت در بهبود چنین فعالیتهایی نیز ناامید هستند ایران بر اساس آخرین آمار رسمی یکی از کشورهای جهان است که بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا را داشته است. مردم در شرایط دردآور و وحشتناکی زندگی می کنند. آسیبهای روانی و اجتماعی بیشتر می شود. کشور آینده مبهمی درباره بحران کرونا دارد. مقصود فراستخا استاد دانشگاه و جامعه شناس در گفتگوی مطبوعاتی به تجزیه و تحلیل ابعاد جامعه شناختی این بحران پرداخته و گفته است ایران مخاطرات بزرگتری از بحران کرونا را از سر گذرانیده و ملت ایران برای روزهای سخت قدرت مادی و معنوی زیادی به منظور تاباوری در این بحران را دارا هستند و نباید گرفتار این بحران شوند زیرا دچار یس و ناامیدی خواهند شد و جلوگیری از شیوع بیماری توسط ملت و دولت میسر است او تاکید کرده است که آنها در این شرایط فرصت کنار هم بودن های بیشتری دارند فراستخواه در خصوص بحران کرونا و ابعاد اجتماعی و پیامد آن بر کشور گفت کرونا یک اپیدمی جهانی است و معتقدم یک پدیده جمعیت شناختی، پزشکی و بهداشتی نیست و دارای وجوه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و باید ذرائب مختلف کرونا را در کشورهای مختلف و در شرایط متفاوت مورد بررسی قرار داد. به افزود مثلا در کشور ما به دلایل مختلف سیاسی قرنطینه شهری که منشأ بود صورت نگرفت در چنین شرایطی تصمیم گیری هم در مرکزهای متعدد گرفته می شود و انگار بحران هیچ متولی ندارد. فراستگاه در خصوص جامعه ایران و اینکه در این زرایب چه وضعیتی دارد و کی میتواند بحران را مهار کند گفت یکی از مسائل امیدوار کننده در خصوص ایران دانش پزشکی قابل قبول است که می تواند به مهار بحران کمک کند و بنده به این مسئله امیدوارم. نکته مهم دیگر این که مردم ایران با رنج آشنا هستند. مثلا در دوران جنگ جهانی اول حدود 15 درصد مردم ایران به دلیل بیماری از بین رفتند و از طرفی جنگ بزرگی که پشت سر گذاشتیم. البته در زرائبی هم وضعیت قابل قبولی نداریم. به همین دلیل اقلام پزشکی مورد نیاز را نمی توانیم تامین کنیم مهم این که جامعه ایران با خاطرات بدی مثل انتخابات و مناقشات و با خاطری آزرده با بحران کرونا مواجه شد جامعه قطبی شده و معمولا با یک قطب به صورت ابزاری ارتباط دارد. بخش های مهمی از جامعه ایران به لحاظ عاطفی و روانی خسته شده است و در مواجهه با بحران های مثل کرونا آسیب بیشتری خواهد دید. مردم جامعه در بحران کرونا رنج و سختی زیادی را متحمل می شود. البته تجربه نشان داده که در زمان بحرانی مردم ایران همبستگی بیشتری خواهند داشت. فراستخواه در خصوص راهکار و توصیه برای مهار استرس و فشار روانی مردم که ناشی از بحران کرونا است گفت معتقدم زمان بزرگ ایران فرا رسیده است. مردم ایران باید تاریخ طولانی ایران را در شرایط کنونی به یاد بیاورند که ایران از مخاطرات بسیار بزرگتری از کرونا عبور کرده و همچنان پا برجاست. زمان بزرگ ایران امید زیادی در دل مردم ایجاد می کند و به نسل های آینده هم منتقل خواهد شد. ایران مطالعه کردن و تقویت روحیه معنوی خود را دارد به همین دلیل در این شرایط مردم باید لحظات پردرد خود را از معنا پر کنند مردمی که در شرایط بحران کنونی که مصرف خود را کنترل می کنند به یک نوع تجربه اجتماعی دست پیدا می کنند در شرایط موجود برخی افراد جامعه تلاش می کنند زمینه های همبستگی و انسجام اجتماعی را ایجاد کنند تا جامعه از این بحران عبور کند. به گزارش رویترز، دیوید پیمان، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور مبارزه با تهدیدهای مالی و تحریمها اعلام کرد. دولت دانالد ترامپ قصد دارد به صاحبان کشتیها، مقامهای بندری و شرکتهای بیمه درباره انبار کردن نفت ایران هشدار دهد و خواستار اجتناب آنها از نقض تحریمهای آمریکا علیه تهران شود. وی در نشست بنیاد دفاع از دموکراسیها گفت: ما هر کسی که نفت، محصولات پتروشیمی و سوخت فراوری شده ایران را انبار کند بگونه ای که نقض تحریم های آمریکا باشد فارغ از اینکه چه کسی است هدف قرار می دهیم و آن را در لیست می گذاریم. او افسود ایالات متحده از ناخداهای کشتی ها می خواهد. از هر کسی که در کار انتقال نفت تحریم شده از یک کشتی به کشتی دیگر است عکس گرفته و در اختیار دولت آمریکا قرار دهد معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده همچنین گفت به کشتی های باری که با هدف فرار از تحریم های آمریکا تجهیزات ردیابیشان را خاموش می کنند نیز هشدار داده خواهد شد در حال حاضر فقط چین خرید نفت از ایران را ادامه می دهد. به گزارش CNN به دنبال سقوط 8 درصدی بازار سهام در روز دوشنبه که شاخص را به قیمت‌های سال گذشته برگردانید و احتمال سقوط برای بازار سه دانلد دونالد ترامپ دوشنبه شب در سخنانی در کاخ سفید تصریح کرد به قانونگذاران دو مجلس آمریکا فشار می‌آورد تا در صورت شیوع ویروس کرونا و افزایش نگرانی‌های اقتصادی و تاثیر آن بر بازار سهام با ارائه سبد حمایتی به کارگران از طریق محرک های اقتصادی از جمله کاهش مالیات حقوق و دستمزد و دادن وام به کسب و کارهای کوچک و کارگران روزمزد کمک کنند. به یفسود روز سهشنبه در دیدار با سنا و قانونگذاران مجلس نمایندگان درباره اقدامات مسکن اساسی برای کاهش تاثیر ویروس کرونا گفتگو خواهد کرد. روز دوشنبه سقوط سهام باعث توقف کوتاه مدت معاملات بازار سرمایه آمریکا شد. رخدادی که از اوج بحران مالی سال 2008 تا کنون بی سابقه بود. همزمان قیمت جهانی نفت نیز تحت تاثیر افت رشد اقتصادی جهان و بی نتیجه بودن تلاش عربستان برای جلب توافق کشورهای اوپک پلاس به رهبری روسیه برای کاهش تولید نفت شدیدترین سقوط روزانه خود در 2019. سال گذشته را تجربه کرد و با ثبت نرخ 32 دلاری دو به پایین ترین حد در 4 سال گذشته رسید. به گزارش رویترز ایتالیا با بیش از 9000 مورد ابتلا و 463 قربانی تا روز دوشنبه بیش از هر کشور دیگری در اروپا با بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا روبرو شده است. جوزپه کونت نخست وزیر ایتالیا فرمانی صادر کرد که رفت آمدهای غیر ضروری به خارج از محل زندگی و سکونت شهروندان را محدود یا ممنوع می کند. کونت از شهروندان کشورش خواسته در خانه بمانند. تجمعات عمومی مسابقات فوتبال از جمله مسابقات دسته برتر لیگ حرفه‌ای و نظیر اینها نیز همگی لغو شدند مقام های این کشور اندکی پیش از دستور تازه نخست وزیر شمال کشور را در قرنطینه قرار داده بودند قرنطینه ای که شامل مناطق ثروتمند و از جمله مراکز مالی ایتالیا میلان میشد اما ساعتی بعد محدودیت ها را به سراسر کشور گسترش دادند این محدودیت ها قرار است تا روز سوم آوریل ادامه یابند. فرمان نخست وزیر در عین حال به این معنی است که مراکز آموزشی، مدرسه ها و دانشگاه ها که قرار بود تا 15 همه مارس تعطیل باشند نیز تا سوم آوریل تعطیل خواهند بود. همچنین رویترز گزارش داده که شی جین پینگ رئیس جمهوری چین بامداد امروز سهشنبه وارد شهر ووهان کانون اصلی انتشار ویروس کرونا شد. این نخستین سفر شی جین به منطقه از زمان آغاز اپیدمی است. دیدار با ساکنان این شهر، پزشکان، بیماران و مقامات سیاسی از جمله برنامه های سفر رئیس جمهوری چین است که از پایان ماه ژانویه میلادی به طور کامل قرنطینه شده است. روزنامه وال ژورنال در گزارش خود به تازه ترین تحقیقات دانشمندان دانشگاه جان هاپکینز در ایالات متحده امریکا پیرامون ویروس جدید کرونا پرداخته. تحقیقاتی که حکایت از آن دارد دوره نهفتگی ویروس حدود پنج روز است. بر اساس این گزارش تازه تحلیلگران و متخصصان بیمارستان جان هاپکینز میگویند بیشتر بیمارانی که مبتلا به ویروس کرونا یا کوید 19 هستند معمولا پس از پنج روز نخ آثار بیماری در آنها ظاهر می شود. تحقیقات جدید نشان می داد علائم شروع بیماری پیش از آغاز و در دوره نهفتگی معمولا با سرفه، تب و اختلالات تنفسی همراه است. به همین دلیل این محققان به تمام افرادی که دارای بیماری های تنفسی یا عفونی هستند توصیه می کنند که پس از بازگشت از سفرهایی که احتمال ابتلا به این ویروس در آن وجود دارد، دست کم یک دوره 14 روزه قرنطینه را بگذرانند. دکتر جاستین پزشک محقق در دانشگاه جان هاپکینز که بر روی 181 مورد بیماری پیشرفت یافته کرونا تحقیق و بررسی انجام داده است گفته است که ما با اطمینان می توانیم بگوییم که دوره نهفتگی ویروس کرونا حدود 5 روز است این پزشک متخصص میگوید برخی از افراد دوره نهفتگی کوتاهی دارند و در برخی از افراد دوره نهفتگی طولانی تر است و همه این مسائل را می توان با علائم پیش از آغاز دوره نهفتگی بررسی کرد او میگوید قرنطینه سازی افرادی که به بیماری کرونا مبتلا شدند می تواند یک راه مناسب باشد اما مسئله مهم این است که متخصصان دقیقا بدانند چه مدتی طول خواهد کشید تا بیماری علائم خود را در بیمار نشان دهد همینطور مرکز کنترل بیماری ها در ایالات متحده امریکا معتقد است افراد وقتی شناسایی می شوند بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر هستند زیرا آنها با صرف کردن می توانند این ویروس را گسترش دهند در سوی دیگر والستری ژورنال می برخی دیگر از محققان بر این باور هستند که دوره نهفتگی بیماری بین دو تا چهارده روز است بعیدی از محققان هم حتی این دوره نهفتگی را تا 27 روز قابل بررسی میدانند با این همه والستر ژورنال نویسد در تحقیقاتی که پزشکان دانشگاه جان هاپکینز روز دوشنبه در مجله دانشگاهی منتشر کردند، معتقدند که دوره متوسط نهفتگی این بیماری حدود 5 روز است و 97 درصد بیمارانی که آنها مورد بررسی قرار دادند، دارای یک دوره نهفتگی بین 5 تا 11 روز از زمانی بوده که در معرض ویروس قرار گرفتند. با این همه به نظر می رسد آنها برای اطمینان بیشتر دوره 14 روزه را نیز مد نظر دارند و در این رابطه می گویند که از هر ده هزار بیمار بیش از 100 نفر علائم دوره نهفتگی خود را پس از 14 ده روز مشخص خواهند کرد این گزارش تحقیقاتی که روز دوشنبه توسط این تیم پزشکان منتشر شده موارد تایید شده عفونت را از 4 ژانویه تا 24 فوریه بر روی 181 نفر بررسی کرده است.